سلام بر شما، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه خواست های مکرر جهان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، پس از ایران و روسیه این بار چین و پاکستان بر ایجاد چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان تأکید کردند، اما منشأ اصلی این خواست ها چیست؟ نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور چین پس از دیدار در بیانیه مشترک از امارت اسلامی خواستند تا اجازه ندهند خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار گرفته شود. این دو مقام همچنان بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و پیکار با گروه های حراس افغان تأکید کردند. اما این کشورها به دنبال چیستند و چرا پس از هر نشست به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تأکید میکنند؟ من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان عبدالشکور دادرس، آگاه مسائل حقوقی و سیاسی، اینجا در استودیو حضور دارند، و عبدالرحیم ایوبی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، هم از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای دادرس، با باور شما چرا بحث ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان در ای اواخر یک بار دیگه بالا گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما و برای جناب وکیل صاحب ایوبی صاحب و کسانی که صحبت های ما را میشنوا، برای همه سلام خود تقدیم میکنم. موضوع از این قرار است که حکومت فراگیر یا همه شمول موضوع بسیار با اهمیت است، به این منظور که اهمیت زیاد داره، ولی برداشتام از مختلف است. یک تعداد برداشت میکنه که این حکومتی که ما میگیم باید مسائل ائتلاف باشه، به این معنا که اقوام و کی و کی با هم یک جا شوه، ولی ما میگم که نی، هر کس که در افغانستان تذکره تابعیت داره در محدوده افغانستان حق زندگی داره، در محدوده جغرافیایی افغانستان حقوقی داره که دیگران داره، بناً او حق داره که در حاکمیت سیاسی ابراز، در حاکمیت کشور ابراز نظر بکنه. هر افغان حق داره. وقتی که ابراز نظر بکنه، ارادش تمثیل شد، در حقیقت حکومتی که به وجود میاد حکومتی چیستن؟ حکومت فراگیر است. اما این به این معنا نیستن که ما در نتیجه صحبت هایی که فلانی دیروز بود و امروز است، نه، چرا دیروز هم که بودن، برای ما تذکره تابعیت قابل اعتبار است. اما هر آن کسی که خوب به این موضوع دوستای ما متوجه باشه، جرم عمل شخصی است و تا وقتی که محکمه کسی را محکوم علیهی به صورت قطعی محکوم نکنه، او بیگناست. ولی این دیدگاه شماست. کشورها چی میخواین؟ چرا به دنبال ازی هستن که باید حکومت فراگیر شکل بگیره در افغانستان؟ در حالی که تعریف هم ندارن. خب، جلب منفیت و دفع ضرر یک اصلی استن فراگیر. تمام جهان، چه کشورها، چه افراد، چه ما و چه شما، ضرر دفع میکنیم، منفیت جلب میکنیم. کشورها عین گپ داره. بناان یک تعداد شاید اهداف سو داشته باشه، ولی تمامی نیت در عمل معلوم میشه. بله. اگر عمل نشه ما چی میفهمیم؟ وقتی یعنی چی؟ منظور چی از عمل هدف ما ایستن که تا وقتی که کشورها میگن ما حکومتی همه شمول، ما میگم حکومتی همه شمول اینمی ایستن که تمام مردم افغانستان خود را در آینه حکومت ببینه. به چه معنا؟ هر کس که در وزارت رفت پیش وزیر، هر کس که است، فکر کنید که برآمد که والا این وزیر خو واقعا از افغان، واقعا افغان است، به نفع ما کار میکنه، به نفع افغان. بنا این حکومت چیست؟ مطالب دیگه هم هستن که ما باید پیوند بزنیم برتان بگویم. خیلی سپاسگزار آقای ایوبی، شما به برنامه خوش آمدین. برداشت و باور شما چی است؟ چرا فکر میکنین کشورها در این اواخر هر از گاه تاکید بر ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان میکنن؟ سلام و عرض ادب رزکیار برادر با شما و با گران استاد محترم داد پر صاحب. ببینی ای مثل که استاد محترم فرمودیدن، ای بسیار یک موضوع مهم و اساسی است که حکومت همه شمول یا حکومت فراگیر، مثل که جناب داد پر صاحب گفته که اینجا
مثلا هر کس از خود از یک تحلیل میکنه و فعلا متاسفانه که حکومت امارت اسلامی به اون بنبست رسیده از بنبستی که ما انتظار داشتیم. ببینید اول میام سر موضوع منطقه که روسیه، چین، پاکستان و ایران بله. چرا هر روز و هر زمان عیناً درخواست به برای حکومت عام شمول و فراگیر دارن مثل که ایالات متحده آمریکا و اروپا دار. بنبست چیست؟ بنبست ایست که این کشورها مثلا چین، ایران و روسیه و طالبان یک هدف مشترک داشت در مقابل موجودیت امریکا در افغانستان. و در اون زمان وقتی که طالبان در مقابل جمهوریت و امریکا در افغانستان جنگ داشتند، این کشورها به اشکال مختلف به طالبان همکار بودند. این دو طرف اردوش به هدف خود رسیده که امریکا از افغانستان برآمدن، علی هدف مشترک دیگری که منطقه داره او را طالبان یا درک نمیکنه یا نمیتونه بپذیره چون در یک بنبست روبروست. اون هدف ایست که این منطقه پیشنهادش به طالبان معقول است که بیایی که جلوی مداخله امریکا یا برگشت دوباره امریکا به افغانستان بگیریم، شما به افغانایی که مخالف نظریات و حکومتداری شما هست و یا حق داره که در افغانستان مثل که استاد فرموده در افغانستان در برای سرنوشت خود تصمیم بگیره. ولی آقای البی، آمریکایی ها هر رسگاه اعلان میکنن که دیگه نمیخوان به افغانستان لشکرکشی بکنن. در امی اواخر هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که دیگه نمیخواد افغانستان را اشغال بکنه، ولی اگه اهداف داشته باشه میتونه از بیرون نظارت و هدف قرار بتهش. ببینید در امریکا هیچ وقت و هیچ زمان نراست گفته در قانون اساسی امریکا ماده اولش ایست که امریکا به خاطر منافع خود نه دوست داره نه دشمن. امریکا هر وقتی که منافعش در خطر باشه یا منافعش ایجاب میکنه هر اقدام میتونه بکنه. مثلا اگر حکومت همشمول ایجاد شوه، فکر میکنین اگر امریکایی ها اراده بکنه که باز به افغانستان لشکرکشی بکنه جلوشه بگیره؟ بله، اگر امارت اسلامی یا حکومت طالبان پیشنهاد منطقه را بپامه، درد بکنه و وارد مذاکره شوه و مخالفین سیاسی خود را در افغانستان تحمل بکنه، امریکا باز دوباره یکم بهانه ای که سر افغانستان حمله بکنه یا نظامی یا توسط کشورهایی که خصوصا پاکستان در افغانستان یک جنگ دیگر برابرته، بهترین پیشنهاد منطقه است. منطقه از طالبان بله. آقای ایوبی، تعریفی که شما دارین از حکومت همشمول چی است؟ ما فعلا در یک کشوری که زندگی میکنم تمام و امکاناتی که افراد این کشور استفاده میکنم ما حق دارم استفاده بکنم. اما یک حقی که ما ندارم و رک رایدهی است، رک انتخاب، حق انتخاب ماست. این حق را طالب حکومت امارت اسلامی ما از ما گرفته. ما هیچ حق انتخاب در کشور خود ندارم. یعنی وقتی که ما مثل در یک کشور بیگانه زندگی میکنیم و چی در کشور خود زندگی بکنیم. بله بله، خب چون قانون هنوز ساخته نشده. آقای ایوبی، امارت اسلامی حرفشی است که حکومت حاکم همه شمول است. نه، همه شمول به معنای این نیست که تو مثلا از یک ولایت یک نفر گرفته، از یک قبیله، از یک قوم دیگه نفر گرفته حکومت همه شمول است. حکومت هم شامل هیچگاه به این معنا نیست که شما افراد مشخص یا چهره مشخص را بیاری در حکومت جای بدی دیگه حکومت هم شامل است. نه، نزد ما حقوق بنیادی و اساسی یک شهروند است. حقوق بنیادی و اساسی یک شهروند ما چی است؟ فقط ای است که ما بیم در افغانستان زندگی بکنیم و در سرنوشت اولاد ما، در سرنوشت ما هر تصمیمی که گرفته میشه ما باید بپذیریم، ما باید قبول بکنیم. مثل که آل طالبا حکومت امارت اسلامی با یک بنبست روبرو شد، بنبستش این است که امارت اسلامی فکر میکنه که در افغانستان ما هیچ مشکلی داخلی نداره، مگر منطقه و جهان به این نظر بشکر. نیست. خیلی سپاسگزار آقای ایوبی، مورد دیگر بحث میکنیم. آقای دادرس، وقتی با امارت اسلامی در مورد حکومت همشمول صحبت میشه و مخصوصا نگرانی که کشورها داره او را با ایشان مطرح میکنیم، خب پاسخشان ای است که بحث داخلی افغانستان است و خود افغانهایی را حل میکنه. در کنارش خب شما میدانین کشورهای مطرح میکنه بحث همشمول را که سیستم سیاسی خودشان حتی مشکل داره. مثلا ایران را میدانین وضعیت چگونه است، روسیه را میدانین چگونه است، وضعیت همشمول نیست حکومت در ای کشورها، حتی پاکستان. خب
در روسیه انتخابات در نتیجه تمثیل اراده مردم به وجود آمده. نظامی که توسط اراده مردم یا تمثیل اراده مردم، ببین پیشتر ایوبی صاحب گفت که ما در کشور خود بیایم و حق استعمال اراده خود نداشته باشم، پس معنا چی؟ هیچ. ولی در روسیه تمام نفوذ روسیه حق داره که اراده خود چی کنه؟ تمثیل کنه، اراده خود استعمال کنه. شما از ایران هم خبر دارین که این کار کردن و ایران هم در یک محدوده قانون زندگی میکنه، محدوده یعنی وزیرش هم چیستن؟ پاسخگو هستن. در روسیه هم یک وزیر پاسخگو است، در صورتی که متخطی باشه خطایی بکنه قانونی وجود داره که چی کنه؟ او را مورد بازپرس قرار بده. این قانون است که کسی را چی میکنه؟ اداره میکنه، ساحه مسئولیت و مکلفیتی از او را معلوم میکنه. متقاضای ما ایستن که ما در افغانستان وقتی که بخوایم بیا که اول خوب بگویم که ما هر کسی ما محاکمه شو محاکمه شده نمیتانه، یعنی هر افغان در هر جا کشی شدن فلانی خوب است فلانی خراب است فلانی خوب است. نه 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 برادر، خوب و بد دو حالت است. یک، در عمل مردم قضاوت خود میکن، در عمل نه در نظر. ما متقی استم، ما پریزگار استم، ما خوب استم، او قسم نیست. در مورد دادرس مردم قضاوت میکنه. یک، دوم، جرم است که ثابت شوه او محکمه است. آقای دادرس، شما بیشتر روی ساختار حرف میزنین، در حال کشورهایی که دارن فرمایش میتن بس حکومت همشمول در افغانستان را، اینها ظاهرا تعریف دیگر داره، به دلیل از اینکه امارات اسلامی پیش از این حتی حرف از این زده که لیست برشان داده شده که افراد باید وارد ساختار حکومت شوند. امارات اسلامی باید هیچ چیز از امزار مردم نپوشانه. آن کشوری که هان موسسه ای که لست سپرده بیا که مردم افغانستان او را بشناسه که شما کیستین که میخواین که حکومت انتصابی شوه، شما کیستین که میخواین حکومت ائتلافی شوه، شما کیستین که اینج مشکل بین قومای ما، در حالی که در افغانستان کل اقوام در افغانستان حق مساوی داره، هر فرد حق مساوی داره، یعنی هر افغان که در اینجا است چه در افغانستان است چه در امریکا است تذکره تابعیت خود از دست نداده، او افغان است، این نمیقدر چی داره در اینجا حق داره که ما دارم که شما داره یا بله. کسی دیگه داره. بله، خب حکومت این دلیل را هم میگه که نمیشه همه در ساختار حکومت جا داشته باشه. مثلا میگه عفو عمومی شده، هر کس میتونه به عنوان یک افغان زندگی بکنه در افغانستان. نه، ما در حاکمیت در حکومت بگونه مثال، اگر کسی معادن میکشه نظر ما این نیست که به قسم معادن فروخته شود. ما افغان هستم، از افغانستان هستم، چرا گفی مرا کسی در نظر نمیگیره؟ ولی میدانین در هیچ جای دنیا همه مردم تصمیم نمیگیرن در باره مسائل. خب رهبرا هستن، بزرگا هستن که تصمیم میگیرن. سه چیز میشه در تمام جهان، یک، در محدوده قانون فعالیت میکنه، یک کشور نشان میده که محدوده قانون نباشه. دو، اراده مردم تمثیل میشه، یک کشور برای ما نشان بده. کار به اهلش سپرده میشه، سه گپ است. کار به اهلش، دو، در محدوده قانون از فرد کرده تاوزی. ما چه حقوقی دارم در افغانستان؟ حقوقی که ما چه وقت تضمین داره؟ وقتی که در قانون بیای وزیر چه مسئولیت داره؟ برای ما بگوی وزیر چه مسئولیت داره؟ وقتی که محدوده قانون تثبیت کنه، مثلا تذکره تابعیت، ما میگم هیچ کس در افغانستان وزیر شدن نمیتانه که تابعیت افغانستان نداشته باشه، باید دیده قانون بیه. بله. در قانون تسجیل شوه، قانون برای مردم اعلان شوه. خب کار ما میگم به اهلش بدی، ما شاگردی حقوق هستم، اگر مرا امروز ببری و بگویی که در اتاق عملیات داخل شو تو مینسی دکتر اناتومی کار عرق سای ما میه، ما میتونم که دکتر اتا دکتر شو، به هیچ صورت نمیتونم. بناان کار به اهلش، در محدوده قانون فعالیت و اراده مردم ارزش بیتیم. ما که گفتم کنی ما وزیر میشیم، طرف مسئل کن، ما وزیر نمیخوایم، ما میخوایم که اراده ما که تمثیل شد که کی وزیر شوه، اراده ما که تمثیل شد که کی در قدرت باشه،
ما در حقیقت در حکومت چی شدم؟ شریک شدم. درست، خیلی سپاسگزار. آقای ایوبی، ولی در ظاهر قسم هم دیده میشه که جهان مخصوصا کشورهای منطقه میخواه قدرت در افغانستان تقسیم شود. جدای آنچه که آقای دادرس و شما میگین که خب باید هر فرد حق داشته باشه در افغانستان، اینها میخوان قدرت را مثل کیک تقسیم بکنه بین افغانها. ارادهشان این گونه است و میدانین این نسخه ها در گذشته نتیجه نداده. فکر نمیکنین اگر فرمایش اینها پذیرفته شود تکرار اشتباه در افغانستان؟ نه، ببینی رزق یار صاحب، گپ این نیست که منطقه چی میخواه یا امریکا چی میخواه. اصل امارت اسلامی مکلف است، مسئولیت ایمانی و وجدانی داره که یک قانون اساسی و شرعی اسلامی را باید اعلان کنه. مثلا بنیاد و اساس یک حکمیت مشروعیت است، چی جمهوری باشه، چی کمونیستی باشه، چی اسلامی باشه، هر چیز. ولی حکومتی که پیلی در افغانستان است، اون نیاز به یک مشروعیت دار. دو، برای هر کشور بسیار حیاتی است، اساسی است، تعریف شهروندانی که در او کشور زندگی میکنه. مثلا حقوق بنیادی اساسی منابع دارم، اجازه بدید. چهار منابع دارم. اول منابع شریعت قرآن است، دومش حدیث است، سومش قیاس است، چهارمش اجماع است. ولی اجماع، قیاس، حدیث و قرآن در این تعریف یک انسان و یک شهروند تعریف است. ولی امارت اسلامی که دعوا داره که حکومت ما شرعی است، حقوق بنیادی اساسی مرا تعریف بکنی، مشروعیت خود را از کدام منبع میگیری تعریف بکنی. مشکلات داخلی که در افغانستان وجود است به اساس نظریات، افکار، منابع سمتی، منابع قومی، منابع گروهی تعریف بکنی. بعدا شما به بحث یک حکومت مشروع میتونی که به منطقه هم جواب داشته باشی و به جهان هم که ما با هم قانون داریم، قانون ما اساسی است، شرعی است، حقوق بنیادی و اساسی هر شهروند معلوم است، گروه های سیاسی که در افغانستان فعالیت های سیاسی داره حق داره که در یک محدودیت قانون فعالیت های خود را دوام بده. اما اگر شما به این عنوان کار میکنی که حکومت ما مشمول است و ازبک است، تاجک است، وزیر داریم، معین داریم، رئیس داریم، ولسوال داریم، کماندان داریم، این همه شمول نیست. همه شمول هیچگاه این معنا نداره که شما افراد دلخواه خود را از گروه خود، از تنظیم خود، از افکاری که به شما یک داره اونا را بیارین، از اقوام مختلف جمع کنین و نامش بمانی حکومت همه شمول. نه، حکومت همه شمول اساس و بنیادش مشروعیت است و اساس و بنیادش تعریفی حقوق شهروندی است، بنیادی و اساسی و انمی ضرور است. اگر شما 10 سال بزور بکنی، 20 سال بزور بکنی، بالاخر شما مجبور و مکلف میشی، به خاطر ساختار دولتی مجبور میشی، به خاطر ساختار مشروعیت مجبور میشی، به خاطر متحد ساختن مردم، به خاطر پیشرفت، به خاطر تعلیم و تربیت. این ضروری است. اگر تو بخوای نبخوای، تو یک نه یک روز مجبور میشی که باید اینمی کارا رو بکنی. بدون از این شما چانس میتی با کشورایی که با هم درگیر است، در طول 40 سال، در 50 سال در بین امریکا و روسیه، در افغانستان جنگ است. خیلی سپاسگزارم. بسیار خطرناک است. اجازه بده یک دقیقه خلاص شد. بله، بفرمایید. درست. امارت اسلامی امروز خب پیشنهادات منطقه را نادیده بگیره و در امریکا با امریکا در دوحا به یک نتیجه برسه، به نظر شما امی منطقه امی تو میشینه؟ خصوصا در حالی که هزاران نیرو در دسترس دار، هزاران نیرویی که از دست حکومت ما فرار کرده در دست دارن و میتونه اینا رو اکمال بکنه و در افغانستان با یک جنگ نیابتی دیگه شروع شوه. دو، اگر شما پیشنهاد منطقه را میپذیری، امریکا را نادیده میگیری، غربت و بیچارگی و بدبختی که فعلا پاکستان داره و هزاران تعدادی کسانی که از دست حکومت فرار کرده دست پاکستان است، دوباره اینا را تمویل میکنه، دوباره اینا را تجهیز میکنه و در افغانستان برای جنگ و برای ناامنی استفاده میشه. با همین خاطر پیشنهاد ما به حکومت امارت اسلامی است که از سرتنبگی، از زور،
باید اینا دست بکشه و باید حقیقت درک بکنه و برای یک مذاکره بین الافغانی و برای یک قانون اسلامی و شرعی امادگی بگیره، حقیقت را درک بکنه، حقیقت را قبول بکنه که افغانستان با یک مشکلات داخلی هستن. این را نادیده نگیره که اینا مثلا میگه که هیچ مشکل ما در افغانستان نداریم. سپاسگزارم آقای ایوبی. حالات دنیا را درک بکنی، حالات داخلی را بپذیری که ما مشکل داریم، بپذیری که ما مخالفین داریم. ای که امروز سیاست منطقه روز به روز روشنتر شده میره، سیاست امریکا بالاخر 3 سال منتظر مانده، بالاخر مجبور مکلف است که بین دو طرف، یک طرف مخالف شما باشه و یک طرف طرفدار شما باشه. خیلی سپاسگزار، برمیگردیم آقای ایوبی. خیلی سپاسگزار. ولی آقای دادرس، مشکلی که به وجود میاره عدم تعریف حقوق با به گفته شما که ایجاد حکومت همه شمول است چی است؟ خب اگر یکی حقوق معلوم است، اما تضمینش معلوم نیست. تمام مردم افغانستان حق زندگی داره، اما کجاست تضمین که تضمینش کنم؟ تمام مردم افغانستان حق تحصیل داره، باید تضمینش کنم. این قانون اساسی یعنی وثیقه ملی است که تضمین میکنه. اگر کسی این حق برای ما نمیده یا میخواد در مقابلشان استاد شوه، باز قانون معایدات یعنی جزاهای هم داره. چرا در مقابل تحصیل استاد شدن جزای تعزیری نیستن، بسیار فوق العاده جزا هستن. این اختلاس نیست، این 1 میلیون دلار نیست بردنش. 1 میلیون دلار بازگشت میکنه هر کس که از بیت المال پیسه برد، چه میکنه؟ پس بازگشت میکنه، میتونه. اما اگر تحصیل و علم رفت، بازگشت میکنه؟ نمیکنه قطعا. کسی که بی سواد و ماند، بیچاره ماندگی بنان. ای باید چه باشه؟ قانون اساسی تضمین کنه که ای حق مردم است. بله، من این مکلفیت دارم که از استقلال دفاع کنم، این مکلفیت دارم که از حاکمیت دفاع میکنم. کدام حاکمیت؟ حاکمیتی که توسط اراده ما به وجود آماده، اراده ما باید تمثیل شده باشه. و یکی میگه که خارجی ها در مسائل ما مداخله باید نکنه. من میگم من خارجی نیستم، من قربان شوم، من افغان هستم، من از افغانستان هستم. میگم چرا تو 3 سال میشه که دختران رو به مکتب نمیمانی؟ چرا پونتون امتحان داره دختران؟ پونتون خلاص کرده، تبه خلاص کرده، علی دخانه اگزیت اگزام هست بیشی نمیگیره. یا کسی خود من رو جواب بده که چرا اگزیت اگزام نمیگیری؟ ما خو افغان هستم، تذکره طبیعت هم دارم، ولی ما این اداره نمی کنیم که اگر ما اینجا باشم بهتر و برتر از کسانی هستم. نه، در کره زمین در هر جا که افغان است با احساس است حق درست. داره مگر محکمه و قوی دادرس کتا بگوین چی باید شود؟ از کجا باید آغاز شود؟ اول یک باید سیستم ایجاد شود تا که دیگه ما به کلیشنکوف و به معاشه دست نکشیم. باید مردم از پیش ما دور نشود. اگر مردم دو شد، بالاخره مستمم میشه. خارجی ها وجود داره، دشمن وجود داره، اونا را وادار میکنه که با یک عمل دست بزنه. ما چرا مستمم ازی شویم؟ بنان سیستم جور شود. دو، ما در محدوده قانون دفاع کنیم. سوم، به اراده مردم چی شود؟ احترام شود. هر کس که در خارج است برش گفته نشود که تو بیا در اینجا یک زندگی بکن که نه. اگر میایه افغان است، تابعیت داره، قدر ما هستم در اینجا در تمام مسائل حق ابراز نظر دارم. سپاسگزار آقای ایوبی. فشرده شما هم راه حل را بگوین، چطور باید مدیریت شود وضعیت؟ چطور مثلا خواسته های منطقه و حتی خواسته های افغان ها در مورد حکومت همه شمول اینها جدی گرفته شود؟ اولا ترین این است که حکومت امارت اسلامی مکلفیت داره، مسئولیت ایمانی وجدانی داره و وظیفه داره که افغانستان از یک بحران دیگه و از جنگ بیرونی که با اساس اختلافات داخلی صورت میگیره و دشمن از روی استفاده میکنه جلوی شانه بگیره، حقیقت را قبول بکنه که افغانستان نیاز به یک قانون اساسی دارن که در اون قانون اساسی حقوق بنیادی اساسی و شهروندی مردم تعریف باشد و هر کس حق انتخاب داشته باشد. حق انتخاب به انتها مهم و اساسی است. هر حکومت به هر چیزی که داره، اگر حق بنیادی و اساسی مردم را، حق انتخاب مردم را نادیده بگیره، با مشکل روبرو میشه و با مشکلاتی. و دویم به نظر
ما پیشنهاد ما به امارت اسلامی است فشرده بسیار فشرده چون فرصت کاملا تمام است پیشنهاد باید به منطقه باید طالب اول سپاسگزارم اول مسئولیتش به منطقه است که اگر پیشنهاد منطقه معقول است طالب باید سرشان فکر بکنه تشکر سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی پایان فراخبر وقت بر همه شما خوش